رادیو همراه بفرمایید. سلام جناب دکتر هلاپوری. سلام بفرمایید. منم از شما پوزش میخوام به خاطر اینکه منم اصلا صدام خوب نبوده و امروز اصلا سر کار نرفتم به خاطر اینکه خب نمیدونم چه اتفاقی افتاده ولی فکر کنم خب حالا شنونده های ما چه کار کنن که با شما یه مریض و من مریضتر باید تمام بید یواشکی فرار کنی و الان کار دسته بود بیدن. من حتی نمیتونم بخندم. حالا من راستیتش در ارتباط با ارتباط خودم با دوست سرم که تقریبا حدود بیش از 4.5 سال با هم دیگه در رابطه بودیم صحبت میخوام بکنم ولی نمیدونم از کجا شروع کنم. نه اول من بگه شما چند سالتونه؟ من 43 سالمه، به زودی میشم 44 سال. این دوستتون چند سالش؟ 50 سال. ایرانی هم یا غیر ایرانی؟ ایرانی هستم. شما از کجا تلفن میکنی؟ از ساوت کالیفرنیا نزدیک لس آنجلس. چه مدتی از امریکا هستی؟ من 22 ساله، ایشون 12-13 سال امریکا هستن، 23 سالم آلمان بودن. هر دو چی خوندید چه میکنید؟ من در حال حاضر یه بیزینسی در ارتباط با اسکین کر دارم که کارهای پوستی میکنم. کار اصلی در حقیقت ساختن محصولات زیبایی هستش، اسکین کر. ایشونم در حقیقت الان در حال حاضر پراپرتی دارن که منیج میکنن و وقتشون رو کلن در طی روز اونقدر این کار به خصوصی نمیکنن، یعنی نیازی به کار. درآمد این پور از کجا آوردن؟ ایشون توی آلمان کار کردن و وقتی اومدن اینجا 2 تا پراپرتی خریدن و در حقیقت یکیشو زندگی میکنن، یکیشم اجاره دادن، در حقیقت این نقد خریدن. خب اونو متوجه هم، ولی عملا به من میفرمایید که ایشون کار نمی کنن، باید یه درآمدی دارن از یه سرمایه گذاری که کردن. بله، گاهی اوقات در مثلا کنار کارشون علاقه مندن به این که کارهای مثل حالت آدیو فایل، مثل کارهای ساوند و اینا بفروشن، چیز خرید و فروش کنن، ولی اونجوری نیست که اونقدر نیازی داشته باشن که بخواد خرید و یعنی کارو بکنن. شما هر دو از در ازدواج قبلی چه گذشته ای دارید؟ من 2 تا جدایی داشتم، ایشون حالا ازدواج نکردن. به من بفرمایید که شما از اون ازدواج ها فرزندی هم دارید؟ نه. خب به من بفرمایید هر دو فرزند چندم هستی؟ من فرزند سومم از 4 تا، ایشون فرزند اول از 2 تا، ولی خب اون یکی برادرشون از یه پدر دیگر، یعنی با هم دیگه هیچ وقت نبودن. خب حالا چه خبر است بینتون؟ برای که این مدت طولانی رابطتون در چه مسیری بوده؟ با هم زندگی میکردید؟ دوست بودید؟ چه خبر بوده؟ بله، ما قبل از کووید 19 با هم دیگه آشنا شدیم تو جولای و با هم دیگه حدود 13 ماه فقط تلفنی ارتباط داشتیم، یعنی هیچ روابط جنسی نداشتیم. بعدش دیگه با هم دیگه در حقیقت رابطه داشتیم. من شمال کالیفرنیا بودم و بیزینسم اونجا کاملا بسته شد به خاطر اینکه خب کووید اومد و من تمام نزدیک 9 تا ایمپلوی داشتم همه رو از دست دادم و بالاخره بیزینس رو بستم اومدم اینجا، چون که خب ایشون ساوت بودن و من دوست داشتم که خب هم ایشونو بهتر بشناسم، هم که من چون اونجا اجاره میکردم برای من بهتر بود، آسون‌تر بود، چون ایشون خب اینجا مالک بودن و من فکر میکردم خب برایشون سخت تره که بخوان همه یه این. حالا اونا مهم نیست، برای شما اومدی جنوب؟ خب من اومدم جنوب و بعدش با هم دیگه من اینجا در حقیقت خونه خریداری کردم اونجا توی ساوت، یه جای خیلی کوچولویی رو گرفتم و شروع کردم پیمنتش رو دادم. بعد از 1 سال با هم دیگه موف کردیم، یعنی یه اتفاق خیلی بدی افتاد برایشون که خونهشون رو دیگه دوز زد، یکی از خونه هاشون رو، چون یه 5 روز پیش من بودش و این شدش که ما جا به جا شدیم، رفتیم کاملا شهرمون رو عوض کردیم و ایشون یه دونه خونه دیگه که یعنی خونه سوم بود خرید با مورگیج و ما به اونجا در حقیقت موف کردیم تقریبا، یعنی هنوز بین 2 تا جاهای مختلف، 2 تا شهر مختلف هستیم. ولی در حقیقت مسئله که به وجود اومد
این وسط ما با هم دیگه موف کردیم، همه چی هم خوب بودش بالاخره و بحث داشتیم، ولی در حقیقت مسئله‌ای نبود که حالا بگم خیلی خارق العاده باشه که مثلا من بخوام ترک کنم رابطه رو. بعد مسئله خواهرم اینا 6 ماه پیش به وجود اومد که از ایران به خاطر اقلیت مذهبی به صورت امرجنسی اومدن اینجا و من از ایشون خواهش کردم، گفتم که الان که ما این شهر هستیم میتونم کمک بگیرم مثلا از تو، چون که من الان کار گرفتم تو این شهر شما و فقط الان خونه شما در این شهر هستش و خونه ایشون دو طبقه بود، گفتم من میتونم به شما اجاره بدم که 6 ماه اگه امکان داره، مکسیموم 7 ماه خواهرم اینو بیان تا وقتی در حقیقت خواهرم و شوهرش و پسر 17 سالش و اونا اومدن با ما موف کردن توی این 6 ماه. خب بالاخره خیلی سخت بود به خاطر اینکه شوهر خواهرم خب نمی ساخت با من شخصا و خب به هر جهت این وسط ایشون بویفرند من بنده من متوجه شدم حدود 3 ماه پیش که ایشون از تلفنی با کسی در ارتباط بودن و در حقیقت چت می کردن و من این رو متوجه شدم، بعد منو در حقیقت گریه کردم، گفتم منو ببخش و من دیگه این کار فکر نمی کنم. دوباره دفعه دوم من اومدم خونیدم نشستن دم استخ دارن صحبت میکنن، بعد دوباره برای بار سوم این من با اون خانم صحبت کردم، شمارش میگیرو بردم گفتم من دختر ایشونم و گفت نه ایشون به من گفته شما رابطتون خیلی بده، رابطه جنسی هم ندارید و گفته که در حقیقت من مالی خولیا دارم و سایکوپت هستم و نمیخوام قبول کنم که این رابطه تموم شده است و من الان دارم به یه خانواده‌ای که از آلمان نگفته بود ساز خواهر منه، از آلمان دارم کمک میکنم، الان توی خونه من هستن و این خانومم با من زندگی نمیکنه. یعنی کاملا میگه من البته ندوستم اینا رو بشه، این دختر به تو دروغ گفته، ولی کلا اتفاقای افتاد و من خیلی آقای دکتر به هر جهت هر کس بودش که ناراحت میشد و من دوباره چند سه برای بعد از دوم که اومدش ما با روانشناس صحبت کردیم، مشاورمون با یه خانم دکتر اینجا در لس آنجلس و خانم دکترم بهشون گفتن خب این ارتباط خیانت نبوده، خیانت چتی بود، اسمشو میذاره خیانت چتی، فقط چت میکردن. بعد از اون بنده ویدیوی ایشون رو دارم که زمانی که رفته بودن نزدیک 3 روز پیش خونه من در اون شهر قبلی که گفتم خونه خریدم، راجب مطالب جنسی با هم دیگه پشت ویدیو کامرا صحبت میکنن که نمیتونم بگم و دیگه اون زمان بود که صحبت کردم باش، زنگ زدم پشت تلفن و اول کاملا گفت نه اصلا همچین چیزی نیست، گفتم من ویدیو خودتو دارم، دوباره داری با اون خانم صحبت میکنی و چرا داری به من الان دروغ میگی، دوباره از اول چی بهش گفتی که دوباره به هم، اگه نگفتی که بلاکش کردی و همه اینا. و من دیگه بالاخره از اون روزی که دارم بهتون میگم که از روز شنبه بوده تا الان آقای دکتر بنده مریضم، یعنی کاملا یه شوک شدید به بنده. چرا؟ به خاطر اینکه خب امیون سیستم بدنم خب اومده پایین و خیلی من ناراحت بودم، خیلی من گریه کردم. برای چی؟ گریه کردی برای چی؟ به خاطر اینکه بنده اعتماد کردم دوباره و برای بار سوم. خب برای چی اعتماد کردی؟ چه دلیلی برای اعتماد داشت؟ اعتماد شما نکردید؟ به بحث اعتماد ارتباطی نداره، شما دلتون خواست به موضوع اینجوری نگاه کنید، خودتون اینجوری کول بزنید، بعدا مالا یه رابطه اینجوری داشته باشید. من نمیگم ایشون کاری کرده یا نکرده و شما به هم میخورید یا نمیخورید، اونها رو نمیدونم، ولی کاملا پیداست که یه نگاه خیلی سطحی همراه با تخیل و انتظار همراه در واقعیت. بعدم اگر شما نخواهم گفتید الان چه مدتی است که شما با هم هستید؟ الان 4 سال و نیمه ایشون با این خانم. نه با شما چند سال این با من الان 4 سال و نیمه هستم. حالا 4 سال و نیم خب باید میخواستید با هم چه کنید؟ اصلا فکر با این برنامه و قرارتون با هم این بود که چه کنید؟ مثلا 6 ماه قبل ببینید ما هر وقت که خواستیم با هم دیگه یعنی راجع به مسئله ازدواج صحبت کنیم ایشون مثلا یه بهونه میاره. یه بار مسئله دزدی خونهشون بود که یک سال اصلا مهم نیست، خب میگه نمیخوام بهونه قرار نمیشه ایشون که نیست قرار نیست بخواد با شما ازدواج کنه، ایشون که به شما بدهکار نیست که بگید چرا پولمو گفتم، ایشون به جوری به شما پیام میده که نمیخوام ازدواج کنم.
دقیقا منم همینو، من دقیقا زنگ زدم آقای دکتر اولوقی به خاطر که من دلم نمیخواد دیگه خودم رو گول بزنم، چون احساس کنم دقیقا این اتفاق افتاده و الان میگه که به خاطر اینکه تو وقتی که خواهرت اینا اینجا بودن تو من پی اتنشن نمی کردی، 100% از اتنشن به خواهر تو، شوهر خواهر تو، بچه خواهرت بوده، مثلا که من صبح میرفتم بعد از ظهر میومدم و این سه نفر رو من تامین میکردم به علاوه تمام یوتیلیتی هایی که بنده به ایشون 100% میدادم و تمامی اون مقداری که قرار بود برای اجاره بدم بهشون کامل پرداخت کردم، توی هزینه ها خیلی بهشون کمک کردم. ولی الان بعد از اونم خب پدرشون فوت شد، مادرشون اول فوت شد تو 6 ماه و الان این اتفاق افتاده. من فقط میخوام بدونم که شما اینجا نشستن و در کنار من دوست دارم که با شما صحبت کنم و ما میخوام ببینیم که اصلا به درد با هم دیگه میخوریم اصلا ایشون، یعنی به صورت واقع، چون خودش میگه من دوست دارم، من کی میگم که با هم دیگه ازدواج نکنید ولی خب نه من کاری نرم به عمل و مسائل دیگر. من نمیدونم شما دوتا مدعی هستید یا به این نتیجه رسید که همدیگر رو دوست دارید، فکر میکنید برای هم بهترینید، میخواید بقیه عمرتون رو با هم باشید. آیا این نتایج رو شما جدا ایشون جدا گرفتید؟ من چی حسی رو از گزارش شما نمیکنم. دوتا آدمی هستید که از سر ناچاری مثل دوتا آدمی که توی بیابونی گم شدن هم دیگر پیدا کردی، کنار هم بودی، تو با نوع حرفایی که میزنید یا مطالبی که میگیدشون تلفن میکردن، بعد مثلا ناراحت شدن، بعد گفتن نمی کنن، بعد باز دوباره انجام شده، بعد دوباره باز انجام شده، حالا هرچی، به گونه ای که شما داستان و مطرکه که خب نشون میده یه رابطه سطحیست که هر کسی در بازی خودش رو میکنه. شما چرا فکر کردید به یه نوعی با همید و میشه روی این حساب کرد برای 50 سال آیندهتون؟ آیا واقعا محبتی، علاقه ای پیدا شده؟ آیا واقعا زندگیتون به همین گونه گره خورده یا نه؟ ولی که هر دوی شما به نظر من این گونه که بیان میکنید خیلی خالی، جدا و تنهایی و این سبب شده که حالا که هیچ کس نیست یا فعلا کسی نیست با هم باشیم. ولی اصولا البته تا متوجه سنتون هستم، من باور به این که رابطه بیشتر از حد بند دیگر تکسر هیچ نمو طول بکشه تکلیفش روشن نشه اصلا، فکر کنم که یه جای اشکاله. الان چه دلیل داره کس بگیر حتی مسئله ازدواج نیست در همونقدر که به هم یه تعهدی بدید یا کنار هم باشید. ولی من احساس میکنم که شما مثل آدمایی که 20%، 40%، 70% چون هست بقیهش نیست عمل کردید. ولی نمیدونم، حالا ما میریم پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم. اگر خود شما حرف و اطلاعاتی دارید به من بزنید، تو من سوالاتی ازتون دارم. اگر ایشون دلشون میخواد در پیرو مطالب شما و حرفایی بزنن خوشحال میشم بشنوم. ولی برای من مهم الان سلام عرض میکنم، یک واقعا چند روزه فکر کنید به هم علاقمندی، چقدر هم دیگر رو دوست دارید، چقدر فکر کنید میخواید با هم زندگی کنید و در این حال دو سه تا جنبه مثبت و منفی هم دیگر رو چی میدونید. یعنی اینا موضوعی است که برای من مطرحه که اگر بتونید بهش اشاره کنید خوشحال میشم. جناب دکتر جان، بویفرند من گفتن که من میتونم شروع کنم و بعدا گوشو بدم به ایشون. بفرمایید. برای من سوالم این است که سه تا چیز خوب ایشون چیه؟ سه تا صفت و ویژگی روانی خوب دوستتون چیه؟ ایشون در ارتباط با اینکه وقتی باشون مشورت میشه آدم منطقی اکثر اوقات، البته بعد از این قضیه خیانت که خیلی نمیدونم چی بگم، ولی کلا آدم منطقی به نظر میرسه. مثلا حرفاشون خیلی از روی عقل منطق، من خب کشش جنسی به ایشون دارم، از لحاظ رابطه جنسی با هم دیگه خوب هستیم. همین که با این که گذشته به خیلی خیلی تلخ از کودکیشون داشتن، اهل هیچ نوع برنامه‌ای از جهت الکل و دود و اینا نیست، من خب خیلی این برام بیگ دیل بوده و نیستن ایشون. حالا البته اینا صفاتی که آدم نه دو تا چیز بده ایشون چیه که نمیپذیری تو نمیپسندی؟ خب همین مورد. نه اونو برش کن، رابطه رو برش کن غیر از اون، صفت ویژگی روانی. چون شادیشون وقتی که مثلا یه اتفاقی میفته، یه چیزی میفته مثلا، یا یه چیز خیلی معمولی میشکنه فرض کنیم،
ایشون خیلی عصبانی میشه، یعنی اصلا شروع میکنه به آلمانی حرفای میزنه که مثلا نمیفهمم، بعد میگم it is okay، خب مثلا خب حالا افتاده یا اینجوری شده یا نشده، ولی خیلی انگار خودشو نمیبخشه، یعنی انگار یه اتفاق خیلی بزرگ میفته و خب خودش هم میگه که من روی این باید کار کنم. البته روی چی باید کار کنم؟ در حقیقت رفتار انگری میکنه، مثلا یه دفعه تند میشه، دفعه دستشو تکون میده، خیلی در حقیقت مثل شکننده میتونم کلمشو بگم. دیگه چی؟ این هستش. و اینکه خب همین مسئله رابطه که داشتن و من متوجه شدم که فقط 6 ماه نبوده، در حقیقت سال مارچ 2023 قبل از اینکه خواهرم اینا بیانم این رابطه ها بوده و من خب رفتم اینا رو دیدم. بعد خیلی میدونین خیلی آدمیه که اجازه نمیده کسی وارده، در حقیقت من هیچ وقت تا به حال نشده که بخوام وارد تبلت یا تلفن یا دسکتاپ ایشون بشم. ایشون خیلی، من خودم مثلا هر چیزی، هر وقت ایشون هر چیزی خواسته تلفنم اینو به ایشون میدم، ولی برای ایشون سخته. مثلا اینکه من میگم تبلت تو اگه ممکنه بده به من، من میخوام نگاه کنم مثلا بعد از این قضیه، یعنی اصلا اینگاره دنیاشو میخوای ازش بگیری، خیلی سختشه. یعنی من همش فکر میکنم یه پنهانکاری وجود داره، اینجوری بهتون بگم، همش نگرانم الان مثلا بعد از این قضیه، واقعا همش تو فکرم که الان پشت چیز نشسته صبح تا شب. حالا به من بگید خواهرتون و شوهرش نظرشون راجع به ایشون چی بود؟ خواهرم و شوهرشون، شوهرم راجع به ایشون میگن که ایشون خیلی مرد خوبیه، خیلی مرد آرومیه، یعنی اصلا من نذاشتم اونو بفهمم چون ایشون خیلی آدم آرومیه، یعنی اصلا هیچی نمیگه. خب حالا مشکل شما چیه؟ مشکل شما فقط این حوادث و اتفاقاتی که میگید افتاده و ایشون هم یا میگن نیفتاده یا توضیح دیگه ای براش دارن؟ در طبق با مسئله اخیر نه، الان قبول دارن دیگه، چون الان دیگه من میدونه که من ویدیو اینا دارم. خب حالا شما خود با این موضوع چیکار کنید؟ ایشون به من گفتن من دیگه این کارو نمی کنم، من رابطه همو نمی دارم، من تو رو می شناسم، من یه آدم 50 سالم، زنها رو می شناسم. خب آدم موارد قبلی به این، خب دفعه اول به این نگفته بودن نمی کنم. بله. اوکی. من آقای دکتر، ایشون اصلا مطلب خاصی هست که بخوان با من در میون بذارن؟ بله ایشون اینجا هستن. نه اینجا هستن رو میدونم، باید فکر میکنند حرفی برای گفتن. اوکی بله. من ممنونم. خواهش میکنم. سلام آقای آلوکوی. سلام، بفرمایی. من میخواستم در مورد همین مطالبی که دوست دخترم با شما صحبت کرد ادامه بدم. یک سری مسائلی هستش که ما خیلی با همدیگه بحث داریم خیلی زیاد، چون ایشون یه آدم بسیار بسیار عجولی هست تو تصمیمات زندگی و کارهایی که انجام میده، و چیز دیگه ای که هست اینه که یه سری خرابکاری هایی میکنی که بعد پشتش باعث پشیمونی میشه و این پشیمونی ها رو من خیلی موقع باید جوابگو باشم. یعنی مثلا تو چه زمینه هایی عزیز؟ ببینید من براتون یه مثالی الان میزنم که همین اخیراً اتفاق افتاده. مثلا یه کارای بیعقلی به صورتی که وقتی خواهر ایشون و شوهر خواهر ایشون اینجا تشریف داشتن و بچه خواهرشون، مثلا ایشون یه مسافرتی رو مثلا بدون این که بخواد پلان بکنه رفت گرفت $2,000 خرج کرد و نمیدونم بلیت ندارم شو گرفت، بلیت لاس وگاس و همه اینا. بعد یه دفعه ای کاشف به عمل اومد که اصلا پسر خواهر ایشون مدرسه داره و اصلا ما تو این تاریخ نمیتونیم بریم به اونجا، و این باعث شد که کل پول یا نصف بیشتر پول رو از دست بده. و این مسائل خیلی دیگه اتفاقات بیشتر از اینم افتاده سر بیزینسش، مثلا با 2 تا دختر جوان که تو اینستاگرام براش باید میرفتن ادورتایز میکردن یا یه سری تبلیغات انجام میدادن، ایشون سریع اعتماد کرد. حتی منم بهش گفتم، چون با من همیشه در مورد مسائلش مشورت میکنه، چون به عقل و خرد من حداقل ایمان داره، میدونه من آدمی ام که منطقی با مسائل برخورد میکنم، ولی ایشون این خیلی خودسر هست، خودمحور هست و همیشه دوست داره کاری که خودش فکر میکنه یا پس ذهنش هست رو به همون نوع به همون شکل انجام بده.
و در اصل میخواد خودش تصمیمشو گرفته ولی بعدا تاییدیهشو میخواد بیاد از بقیه یا از من که همراهش هستم دوستش هستم از من بگیره و اون کار انجام بشه. مثلا رفت یه پولی رو به این خانوم ها داد، این خانوم ها در اصل سرش کلاه گذاشتن، کاری رو براش انجام ندادن، بعد خواست بره دیسپیوت بکنه این پول رو پس بگیره که بانک هم جواب رد داد و این اتفاق دوباره همین چیزی که الان میگم بهتون تقریبا در عرض دو ماه و نیم پیش اتفاق افتاده. دو تا مطلب حالا شما در نظر بگید، در کل این رابطه چند ساله خیلی چیزا بوده که این اشتباهات پشت سر هم دیگه به خاطر عجول بودن ایشون، که اینو من از خانواده ایشون متوجه شدم، چون پدر ایشون 7 ماهه به دنیا اومده، خیلی آدم عجولیه، خواهرشون اونجا شناختم، یه خواهر دیگه ای دارن که من شناختم، یعنی خانوادهشون تو این مدت من متوجه شدم که این تو وجود این خانواده هست. و یه چیزی که خیلی منو اذیت میکنه بیشتر از همه اینه که ایشون اجازه حرف زدن به کسی نمیده، یعنی اگر خودش بخواد به کسی چیزی بگه همه باید قبول بکنن و بپذیرن و باید به حرف ایشون گوش بدن، چون ایشون خیلی خوب میتونه سخنرانی بکنه و خب وقتی که کسی بخواد نظری بگه، نقدی داشته باشه یا بخواد حتی یه اطلاعاتی بده، حرف آدم کاملا بریده میشه، اصلا هیچ تأثیر اثری داده نمیشه، بسیار ناراحت میشه، بسیار زود بهش بر میخوره و میره بالای منبر میشینه همینجوری ساعتها صحبت میکنه که آدم رو متقاعد کنه. و من این مسئله برام خیلی سنگینه، چون خیلی خیلی موقع ها میبینم یه چیزی ته دل من هست و با اینکه تو رابطه هستم ولی احساس تنهایی میکنم. من خودم خیلی بچگی بدی داشتم، پدر مادرم از 14-15 سالگی جدا شدن و منو فرستادن آلمان، من خودم رو پای خودم ایستادم، بزرگ شدم سالهای سال و خیلی زندگی رو از زاویه‌های خیلی سخت و بدش تجربه کردم، مثلا در یک کشوری مثل آلمان و بعد مهاجرت کردم به امریکا و اومدم اینجا. ولی متاسفانه میبینم خب این خانومم بعد از 2 ازدواج و خب به هر حال خانوادهش ابیوز میکردم، پدرش مادرش رو کتک میزده، خیلی مشکلات بزرگی در بچگی ایشون هم وجود داشته و میبینم که در اصل اینا الان به یه صورتی توی روابط ما هم تو رفتار گفتاریش و رفتاری که انجام میده دیده میشه. یعنی ایشون خیلی دوست داره تحکمی و باسی و رئیسی رفتار بکنه، مثل رئیس که اگر یه چیزی رو همون لحظه میخواد باید اجرا بشه. یه به یه چیزی ممکنه یه مرتبه گیر بده، چندی پیش بود مثلا ببخش عزیز ممنونتم، نه متوجهم. حالا به من بگید واقعا با توجه به ویژگی روانی ایشون و خودتون واقعا شما کسی هستید؟ اون پرسش هم برای که من اون بو اون حس و احساس رو نکردم از حرفایشون، الان هم کمی از شما. آیا واقعا محبت و علاقهی وجود داره؟ با هم میخواید باشید؟ دنبال فرصت بهانه میگردید کنار هم باشید، با هم باشید، خوب و خوش باشید و فکر میکنید چه خوب که 50 سال آیندهمون هم با هم باشیم، یا اینکه نه این مسائل با خودش شک و تردید و دو دلیایی داره به دلیل تفاوتایی که دارید، که البته معلومه دو گونه مختلف، هم بزرگ شدید هم زندگی کردید هم میخواید زندگی مشترک داشته باشید. بله ببینید، من علاقه به ایشون دارم، به ایشون هم گفتم و خب مسلماً دوست دارم که این رابطه رو شکل بدم، ولی گفتم دقیقا مثل مثالی که خود شما میزنید که اتومبیل 4 چرخ داره و 4 چرخش هم اندازه باید باشه و هم سرعتش باید یکی باشه، من این حس رو ندارم که این مسئله الان بین ما هست. یعنی من احساس میکنم ایشون بسیار آدم سریعه، سریع تصمیمات زندگیشو میگیره که خیلی باعث پشیمونیای بزرگ میشه و این باعث دردسر برای خودش و برای من هم میشه. خب آخه ببینید حرف شما عزیز یه معنای دیگه این است که ایشون آدم واقع بینی نیست و آدم حتی باهوش و عاقلی برای ارزیابی و قضاوت تصمیم گیری نیست، چون ماجرای عجول و اینا بودن اون خیلی معنای روانی نداره. ولی که شما من بفرمایید که با اطلاعات کم تصمیم میگیره، آدمی است که پاسخ به موضوع و مسائل نمیده، ریسپاند، بلکه واکنشی عمل میکنه، احساسی عمل میکنه و در نتیجه اون واقع بینی و عقل رو به کار نمیگیره. حالا البته نمیدونم برمیگرده به مواردی که شما با هم دارید، چون اینا ممکنه 6 ماه یه دفعه موضوع جدی مهمی نباشه، ولی بعدم خب از یه طرفم گذشته ای هست، شما الان وضعیتی هر دو دارید
که تشکیل خانوادتون یه مقدار محدود پیشه، از فرزند خبری نخواهد بود با توجه به سن ایشون و شرایط شما. بعدم به هر حال یه انتخابیست مبتنی بر مصلحت و منفعت، نه اونقدر محبت و علاقه، چون اونو میشه حس کرد. یعنی بیشتر به عنوان یک همخونه بودن، با هم بودن، خب خیلی جنبه های مثبت این ارتباط رو خواهید داشت. بعد هزینه های کمتر بودن، درآمد دوتاتون رو هم اضافه شدن، امکانات رو بیشتر فراهم کردن. به علاوه کسی هم به شما بکنه نکنه باید نباید نمیگه، یعنی هر دو به مقدار زیادی فردیت و به نوعی استقلال خودتون رو دارید. ولی الان پرسشی که مطرح است اینه، این سوال من از شما، میخواید چی کار کنید؟ یعنی میخواید یک این رابطه رو حفظ کنید و به دنبال بهتر کردنش هستید، و یا دنبال گرفتن کمک برای حل مسائل و مشکلات هستید، یا اینکه نه فعلا هستیم چون مثل اینکه جایی نداریم بریم، یا جدا شدن به همون اندازه موضوع و مسئله است تا ببینیم چی میشه؟ چون من یه مقداری حالت بی تفاوتی میبینم. بله. آیا درسته؟ ببینید من به خود ایشون هم گفتم، من چندی پیش مثلا ما الان مدت تقریبا چند ماهی یا شاید یک سال تقریبا بشه که با مشاور صحبت میکنیم، ولی ایشون از اونجایی که کار زیادی داره و الان هم خواهرش و خانوادهش رو برد که بسیار مسئولیت سنگینی هست در امریکا، حتی یک نفر آدم بخواد قبول کنه و کاراش رو راه بندازه که اینجا بتونه به زندگیش ادامه بده، ما سه تا آدم بزرگ رو آوردیم تو این خونه، به اندازه 6 ماه واقعا رسیدگی بهشون کردیم، همه جوره، هم مالی هم غیر مالی، همه جوره. خب اونا چی شدن؟ هستن؟ رفتن؟ چجوری؟ نه الان تقریبا دو روزه که از این خونه رفتن و ما یه نفسی الان داریم به نوعی میکشیم که به شما الان وقت داریم صحبت کنیم، زنگ بزنیم، چون ایشون رفته یه جایی رو آپارتمان رو اجاره کرده برای خانوادهش با اسم خودشون، اونا که الان هیچی ندارن، نه سوشالی نه چیزی در امریکا و وضعیتشون هم مشخص نیست، ایشون رفته یه جایی رو انتخاب کرده. نه صبر کنید، یه سوال ازتون دارم، آیا واقعا مهاجرتشون با توجه به دانایی و توانایی و مهارتایی که دارن فکر کنید انتخاب درستیه؟ من خودم شخصا فکر میکنم خیلی انتخاب غلطی بوده و انقدر اینجا بحث و گفتگو و انقدر ناراحتی ها به وجود اومده در خونه خود من ایشون اصلا خانواده ایشون رو نمیشناختم، من فقط به خاطر علاقه‌ای که به ایشون داشتم و احترامی که برای خانواده‌اش قائل بودم پذیرفتم این مسئله رو و با تمام درگیری های خانواده ایشون از ایران که اومدن اینجا خودم هم درگیر شدم و تو اونجایی که تونستم حتی مثل خانواده خودم بهشون کمک کردم، ولی من خودم شخصا فکر میکنم به خاطر حرفه‌ای که در ایران داشتم، به خاطر کاری که یعنی زندگی داشتن در ایران، و بسیار کار غلطی بوده این کاری که در این سن و سال انجام دادن، چون سنشون خواهر بزرگ ایشون نزدیک 50 سالشه، شوهر خواهر ایشون هم نزدیک 53-54 سالشه، یه پسر 17 ساله دارن که الان اینجا مدرسه میره و یه دختری در ایران که یه سری مشکلات براش پیش اومده و دیگه خانواده رو ترک کرده، با سن 21-22 سالگی در ایران مونده و اینا الان بین هوا و زمین هستن خودشون به عنوان مهاجر که اصلا باید چه کار بکنن، درآمد خاصی هم ندارن، یعنی از اون سیوینگ که از ایران یه پولی با خودشون آوردن الان از همین دو روز قبل دارن میرن خرج زندگیشون و مایحتاجشون رو برآورده کنن، یعنی با کمک ایشون. خب آیا امکان کار و زندگی اینجا دارن؟ بعدم از چه طریقی میخوان اقامت بگیرن؟ خب اینا چون اقلیت مذهبی هستن میخوان از این طریق اقدام بکنن و به این صورت مثلا به صورت اسایلم یا جوری اینجا بمونن. ولی بله، ولی از نظر کار و درآمد فکر کنید با توانایی و دانایی تسلطشون به زبان و فرهنگ و جامعه و نوع روابطش و اینا و یا شغل و کاری که داشتن اینجا فکر کنید میتونن درآمدی داشته باشن که باید زندگی کنن؟ من فکر نمی کنم، برای اینکه الان خیلی همین دوست دختر من خیلی کمک داره میکنه، ایشون در از بار همه رو داره به جوش میکشه، یکی از چیزایی که الان باعث شده اصلا از آرامش خودش بیاد بیرون و دستا شروع کرده به لرزیدن با این سنش و من اینا رو کاملا مشاهده میکنم که تمام بارها و تمام بارهای مالی همه چی با ایشونه، حتی یه مدرسه بردن. چرا ایشون میخواد قهرمان باشه؟ خب دقیقاً همین حس آقای دکتر هالاکویی، دقیقاً این مشکلی که من دارم با ایشون از اول همین بوده که ایشون دوست داره همه جا مطرح بشه و خودشو ثابت کنه همه جا.
میدونید، و این مشکل بزرگیه که من با ایشون دارم، و اگرم حرفی بزنم که ته دلم نشسته اصلا حرف من شنیده نمیشه، توجهی بهش نمیشه. چندین بار شده سر میز شام نشستیم یه نظری رو از من میپرسن، به عنوان کسی که اینجا یا تو اروپا سالها زندگی کرده، یه تجربه ای داره، میبینم که یک دفعه من وقتی نظری میخوام بدم اصلا توجه همه جلب میشه به همدیگه و خود درگیری که با همدیگه دارن، حالا بحثی دارن، دعوایی دارن، دادی میکشن، یه دفعه اصلا میره به یه سمت دیگه. یعنی اصلا من خودم خیلی خالی حس میکنم، که فکر میکنم الان از من این سوال شده، شما میخواید نظر منو بشنوید، پس لطفا سکوت رو رعایت کنید و نظر منو بشنوید. ولی میبینم اصلا به اونجا نمیرسه این مسئله، و این منو خیلی درونن ناراحت میکنه. و به خود این خانوم گفتم که بیا بریم مشاور بگیریم، بیا با هم بریم صحبت کنیم، ببینیم مشکلات کودکیمون چیه. شاید من که صد در صد آسیب دیدم، ایشون هم آسیب دیده. بذار ازتون یه سوالی بکنم. نه متوجه شدم، ببخش عزیز چون یه ذره وقت کمه. سوالی که من ازتون دارم این است که آیا فکر میکنید اگر دوست شما اصرار نمیکرد و پافشاری نمیکرد و تصمیم نمیگرفت که کارهای برای اونا بکنه، واقعا اونا شاید میخواستن بیان، یا اگر میامدن هم مدت کوتاه نمیموندند و برگشتن؟ یعنی ایشونه که یک گوششی حالا بردلیلی میکنه که برای که اونا رو اینجا نگه داره. درسته، این دومی که شما فرمودید درسته، دقیقا گوششی ایشون، چون خیلی موقع ها خواهر ایشون و شوهر خواهر ایشون یعنی ساعت ها تو خیابون داد و بیداد، فریاد هایی که تو این خونه کشیده شده که من خودم شاهدش بودم، شنیدم که اصلا ما نمیخوایم اینجا باشیم، شوهر ایشون اصلا دوست نداره امریکا رو و بهش فشار بسیار زیادی داره میاد اینجا و کلن اصلا نمیخواد. ولی از تعریفایی که امریکا بهترین جای دنیا سوش کشور امکاناته و همه اومدن اینجا به یه جایی رسیدن و شما هم جز به اونا هستید و میتونید، یعنی تعریفای ایشون میشینه برای اینا میکنه که انگار امریکا یه جاییه که وقتی آدم وارد میشه فرش قرمز بر آدم پهن میکنن و همه به اون خواسته هاشون میرسن، در صورتی که اینجا اصلا اینطور نیست. واقعیت آدم بخواد نگاه کنه. متوجهم. عرض منم از آغاز احساس زمین. ایشون نمیخواستن مطلبی بگن یا شما مطلبی داشتید عزیز؟ ببینید من فقط الان میونه همین پیام ها خیلی ایشون به من پرخاش کردن و خیلی با داد و بیداد به من یه رفعه حمله کردن که من یه سری اطلاعات دروغ یا یه سری اطلاعات غلط به شما دادم و کلن در این مورد که مثلا خواهر ایشون داره کار میکنه در محل کار دوست دختر من و ایشون در اصل داره کمک میکنه از این طریق به این خانواده و یه سری چیزایی که الان پیش نیومد من بخوام بگم، ولی ایشون با تندی و با خیلی لحن بد و خیلی تند حالت حمله‌ای به من الان در همین چند دقیقه‌ای که خواهد قصه شما مطلب دستر کنید، مطلب خاصی نگفتید. حرف عبارت از این است که وقتی که دوستانی در ایران یه زن و شوهر با یه پسر 17 ساله میخوان بیان امریکا و کسی از اینجا به هر حال میخواد، اگر اونا میخوان کمکشون کنه، اون نمیشه فهمید. ولی ما باید مطمئن باشیم که تصمیمی که ما داریم برای اونا میگیریم یا اطلاعاتی که ما به اونا میدیم اینقدر واقع بینانه و عاقلانه باشه که بعدا موجب دردسر گرفتاری و از هم پاشیدگی خانواده و مسائل دیگه نشه. و بر اساس آنچه که شما میگید، حتی قسمت قبلی شورا ایشون حرفی دارن حتما بزن. خب اون خانواده نه ثروتی پشت سرش بوده، نه تخصصی داشتن که بیان اینجا پیاده کنن، خواهر باید بیاد بره با خواهرش که کار میکنه اونم اینجا کار کنه. اسم این که آمادگی و استفاده از فرصت ها در امریکا نیست، این land of opportunity برای آدمی است که میخواد روزی 16 ساعت واقع بینانه در مسیری که جامعه امریکا و کار در امریکا حرکت میکنه حرکت کنه، نه اینکه برم تو مغازه خواهرم منم اونجا کنارش بشینم. بله کاملا همینطوره. به خاطر همینم حالا ایشون هم خودشون میگن که ایشون در اصل نخواستن که یه جورایی اینا رو نگه دارن به زور اینجا، ولی خب از به زور نیست. بله یعنی کلا ایشون ناراحتن از این که من به شما گفتم که ایشون خیلی الان به زور میخواد خواهرش رو، شوهر خواهرش رو و بچه خواهرش اینجا نگه داره. نه نه، شما لغت زور رو به کار نبرید، ولی ایشون دارن به گونه اونا رو تشویق برای این کار میکنن. آیا واقعا ایشون تشویق میکنن؟ آیا دلشون میخواد یا نه؟ پرسش اینه. ببینید در اصل دارن کمکشون میکنن به همین طریقی که الان کنار ایشون کار میکنه خواهرش، و خب به هر حال سعی میکنن اپلای میکنن برای جاب برای شوهر خواهرش، با اینکه خب در اصل نه تحصیلات خاصی داره ایشون نه مدرک خاصی داره که بخواد اینجا ادامه بده، ولی خب زبانم بلد نیستن، زبان خیلی ضعیفن و باید الان کلاس زبان دارن میرن و خودشونو بخوان یه جورایی اینجا بالا بکشن.
ولی کلا ایشون ناراحت میشه و به من تهمت دروغ زدن و که چرا به دکتر هلاکویی این حرفا رو داری میزنی. خب بیا رو خط به من بگن ایشون چی میگن. آدمی که عزیزم، آدمی که میخواد خانواده‌اش رو بیاره امریکا، حداقل کاری که باید بکنه، من که گفتم سه تا موضوع اصلی است: ورود قانونی، داشتن یه درآمد کافی برای زندگی، ولی تسلط به زبان. خب باید بمونن زبانشون انقدر خوب میکردن که اینجا که میان هر نیست برن کلاس زبان مشکلشون رو در سن 40-50 سالگی حل کنن. یه جوان 17 ساله باید زبان انقدر بدونه که خاطرش آسوده باشه میتونه دیپلمشو به راحتی اینجا بگیره، اگر نه که آمادگی برای زندگی در امریکا رو ندارن. کاملا واقع بینانه و درسته شما چیزی که میگید، دقیقا همینطوره، ولی متاسفانه ایشون. خب بذار ببینم ایشون چی میخوان بگن، اگر دلشون میخوان، اگر نه که هیچ. بله من گوشی رو میدم دست ایشون. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. سلام آقای دکتر. سلام عزیز، بفرمایید. مطلب خاصی میخوام. من سوالم خیلی مشخصه. به نظر من خواهر شما و شوهرشون و بچه‌شون آمادگی آمدن و اقامت در امریکا و استفاده از فرصت‌های امریکا رو به نظر نمی‌رسه اونقدرها داشته باشن. آقای دکتر هلاکویی، من با شما کاملا موافقم، ولی تصمیم من نبوده که بیان اینجا. اونا به خاطر مسائلی که ایشون اصلا مطرح نکردن، دخترشون توسط حکومت ایران گرفته شده، یک ماه نه دوباره، دو ماه نه دوباره، سه ماه گرفته شده. بعدن از ایشون خواستن که برن در تلویزیون بگن که ما مسلمان هستیم تا دخترشون آزاد کنن. بعد از اون با ترس و وحشت ایشون نگفتن. خواهر من دکترای روانشناسی دارن، ایشون سایکولوژیست هستن و ایشون اصلا دلشون نمیخواسته بیان اینجا. شوهرشون اصلا دلشون نمیخواسته بیان اینجا. ایشون به خاطر شرایط بسیار بد اقلیتی در ایران که هر روز وارد مذهبشون میشدن. اوکی من... بسیار خوب. بنابراین پس بنابراین حرفش صحیح نیست. معذرت میخوام، برای اینکه ترس داشتن که پسرشون رو چون تهدید کرده بودن بیان این از این بعد بگیرن، خواهرم رو ببرن توی زندان و شوهرشون دروغ میگفتن. وقتی میمدن مطب خواهرم میگفتن نه اون خانم اینجا نیستن و ایشون اصلا همسر من نیستن و ایشون فقط یه جورایی فرار کردن از ایران. بسیار خوب، من پذیرفتم عزیزم. بنابراین حرف شما اینه که خواهر من در شرایط خواهر و خانواده خواهر من در شرایط بدی از نظر ایمنی و امنیتی بودن و به این دلیل آمدن و این دلیل به تنهایی برای خروج از ایران و آمدن به امریکا کافی عزیز. هیچ احتیاجی به استدلال دیگه نداره، برای که ما در دنیای زندگی میکنیم که در یه جایی از یه امنیت و آرامش نسبی و یا یه امنیت حقوقی برخوردار نیستیم، جایی برای زنده بودن نیست. سعدی 700 سال قبل گفت که سعدیا حب وطن گرچه حدیثی شریف، نتوان مرد به خاری که من اینجا زادم. یعنی حرفش اینه که گرچه حب وطن من الیمانه، ولی به صرف این که ما با وطنمون دوست داشته باشیم، اگر با خاری و ذلت زندگی میکنیم دلیل نداره که در اونجا بمونیم. اون زمانی که هیچ کس این حرفا رو نمیزد و نشون دهنده ذهن روشنی است که از این مرد بزرگوار داریم. نه اونو میفهمم عزیز، ولی مسئله این است که حالا قرار است که اگر میخوان بمونن و این واقعیت ها رو میدونند، باید خودشون رو برای یه کار سخت 12 ساعت در روز هر دو و یا هر سه در زمین های مختلف آماده کنند. ولی اطلاعاتی که شما من دارید و ایشون دادن اون حداقل امکانات ندارن، بنابراین باید بدونن با یه مقدار سختی و مشکلات روبرو میشن و در یه چنین شرایطی خود شما من نمیدونم چند اندازه محکم و استوار هستید که بتونید واقعا کمک اونا باشید. این که مایلیت رو میفهمم، اشکالی نداره، ولی اینکه یه نفر دیگه ای رو که در یه رابطه یک به نظر من یه مقدار گذرا و سطحی هستید رو نمیتونید درگیر کنید. یعنی ایشون نمیتونید بگید که من حالا خواهر و شوهرش و بچهش رو میارم تو خونه اینجا با ما زندگی کنن، یا به هر حال ما باید خیلی کارا برای اونا بکنیم. یعنی اینا مسائلی است که یک کس دیگری براش اونقدرها معنی نداره و رابطه خود شما هم یه رابطه عمیق و سنگینی از نظر من نبوده. همونطور که گفتم الانم با ماجرایی که توصیف میکنید، ما در مسیر رفع مسائل و دفع مشکلاتیم. یعنی اینجا ماجرای خوب و خوشی مهمانی در کار نیست، بلکه یه جور جلوگیری از آسیب هاست و یا خطراتی که وجود داره، ولی به هر حال زحمت و دردسرای خودشو داره. حالا دو تا مسئله رو با هم مخلوط نکنیم.
اگر پرسش شما درباره خواهر با توضیحاتی دادید، اومدنش رو میتونم بفهمم و کمک بهشون برای اینکه بتونن بمونن رو من اشتباه یا بد و غلط نمیدونم. پس این تمام. در خصوص رابطه شما با همم خیلی مطمئن نیستم که عمقی داشته باشه و بتونید روش حساب کنید. برای این مادام که به همین روابط در این حد راحت و راضی هستید هست، ولی خیلی فکر نکنید که خبری هست و تازه و خوشبختانه چون امکان داشتن فرزند ندارید که میتونید همیشه موضوع و مسئله در این گونه موارد باشه. تا زمانی که هر دو خوشحالید و راضید میمونید، اگرم یه روزی نبودید خب خداحافظی میکنید میرید دوباره کارتون دیگه. در حقیقت شما بر اساس حرفایی که با من و ایشون زدید پیشنهاد میدید که ما اصلا وارد رابطه طولانی مدت ازدواج بشیم؟ نه، من ازدواج رو در نمیدونم. ببینید، ازدواج در جوامع مختلف معانی متفاوتی داره. در یه جامعه مانند امریکا اینکه شما با هم زندگی میکنید کافیه. در یه جامعه مانند امریکا که فشار دوربر روی شما نیست هست، ازدواج هم بکنید باز فرقی نمیکنه. فقط یه مقدار پیچ و تابای قانونی شاید اونم من پیدا میکنه. خواستید بکنید، یعنی به من بگید ما میخوایم بریم هفته دیگه ازدواج کنیم یا نکنیم، نظرش بگم فرقی برای من نمیکنه. برای که واقعا تفاوتی نمیکنه. برای که اگر گفتم ماجرای فرزند بود، بله. اگر ماجرای فرض کنید یک کسی در خطر بود مثل خواهرتون، ازدواج برای موندنش معنا داشت. اگر مسئله مالی یه ثروتی بود، حالا بس درباره این بود که بر سر این پول و درآمد چی بود. شما در حقیقت دو تا آدم هستید که با هم هستید، فرام که جدا شدید میرید دنبال کارتون. یعنی نه ازدواجتون خیلی چیز بیشتری و اضافه‌ای به زندگی شما میاره، نه ازدواج نکردنتون، و نه کسی به هر حال نظر بد و منفی درباره نوع زندگی شما با هم داره، یا اگر هم داره اصلا شما اهمیت نمیدید و به اون آدما مربوط نیست. اینی که به من میفرمایید چی میبینی؟ یه رابطه سطحی است. میخواید ازدواج کنید، میخواید نکنید، چون به نظر من فرقی نمیکنه. ولی اون حداقلی که معمولا قراره باشه که آدما بر مبنای اون فکر کنن خیلی خب من تصمیمم رو برای 40 50 سال آینده گرفتن رو من در شما دوتا نمیبینم. میتونم اشتباه کنم مثل بسیاری از موارد، و ضمناً خیلی هم خودتون درگیر نکنید. چون ببینید عزیز، یه زمانی هست که من برای یه تلاشی میخوام برم دانشگاه درس بخونم، خب هزینه میکنم. یه زمانی هست که من میگن میخوای مثلا بریم بگردیم تو خیابون یا بریم مال یا سریم. حالا شد شد، نشدم نشده. متاسفم که شما بگم داستان بودنتون با هم، ازدواجتون اینا هم شد شد، نشدم نشده. یکی میتونید وقت بخرید تا مطمئن تر باشید که میخواید چی کار بکنید، ولی من چیز خاصی نمیبینم. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، مواظب خانواده خواهرتون هم باشید تا ببینیم به کجا میرسه. به هر حال اگر مطلب خاصی بود برام لطف کنید تلفن کنید، خوشحال میشم. خواهش میکنم، خدا نگهدار. خیلی متشکرم.